سلام علیکم. این بار صدای منو میشنوید از میدون آرژانتین. من امروز صبح دوباره رفتم پلیس. بذار این خیابون رو رد کنم. بذار اینجا خطریه. یادش بخیر، این موقعی که نیکریس کار میکردم اینجا شرکت بود. حتی قبلش هم گلدیران بودم. گلدیران هم تو همین خیابون بخاره سیم پایین بود. یادش بخیر. برگردیم به صحبتم. من امروز دوباره رفتم پلیس گذرنامه و اونجا دوباره در مورد مدارک و اینا سوال کردم، مدارکی که باده باید برای ازدواجمون بیاره. واه عجب آسمونی، چه هواییه، چقدر خفنه اون ابرا، چقدر خوشگله. آقا اینو داشتم میگفتم، آره دیروز اومدم از اون سرگرده پرسیدم و پروسه رو گفت یه چیزی اولش 3 تا 4 ماه زمان میبره، ولی خب من همونجور که گفتم یه هفته بیشتر وقت ندارم. تو این یه هفته هم باید پروسه عقد رو انجام میدادیم، هم باید مهمونی میگرفتیم، خیلی خیلی فشرده و خلاصه نمیشه. 2 تا خانم آقا هم اونجا بودن که اونا هم دقیقا همین پروسه رو داشتن طی میکردن و اونا هم گفتم الان 5 ماهه که چیز کردیم داریم این پروسه رو انجام میدیم، هنوز اون گواهی ازدواج صادر نشد. و به قاضی گفتم دیگه حالا قاضی اینا ان شاء الله وقتی که بیان حالت شاید مثلا یه جشن چیزی داشته باشیم به اسم جشن نامزدی توری مثلا، خیلی مسخره است بعد 7 سال با هم بودیم، ولی خب آره دیگه ما این پروسه رو نداشتیم، چرا مسخره است، باحاله، یه خاطره میشه. یه حالت مهمونی مونم که حالا با حضور خالم و داییم، کسی دیگه ای ندارم که بخوام، در بابام همین، بخاطر اینکه بابام تهران نیست، چابهار رفته اونجا و امیدوارم که برسه. امروز به زنگ زدم سرما خوردم بود. یه چیزی رو میخواستم راجع به رابطه پدر و پسری بگم. من و پدرم رابطه خیلی صمیمی واقعا نداشتیم. شاید خیلیاتون هم همینجوری باشید. خیلیاتون بگید خب ما هم خیلی مثلا رابطه‌مون با بابامون اوکی، مثلا پسر و پدر انگار نمیتونم با هم دیگه خیلی بسازم. و همیشه هم سر این موضوع علاوه احساسی داشتم اذیت میشدم و هنوزم میشم خیلی وقت تو فکر. خب اینا همش باعث میشه که علاوه حسی بریزی به هم رو تاثیر بذاره. ولی امروز با این وجود زنگ زدم بهش که بگن قاده اینا دارن میان و مثلا اگه خواستی شما هم بیا مثلا با هم دیگه باشیم. به من گفت پول لازم نداری و صادقانه اینی که آره لازم دارم، خیلی هم لازم دارم. من کلا الان تو حسابم 5 میلیونه و اونم حقوقیه که دیروز بیمه بیکاری برام ریخت. از اون 5 میلیون هم بلافاصله 3 میلیونش میره میمون 2 میلیون تومان و خب مامانم هم بنده خدا یه بازنشسته است دیگه، اونم پولی به اون صورت نداره. چجوری داشتم این مشکل رو حل میکردم؟ یه سری دلار مولا تو این مدت که کار میکردم خریدم دادم، خواستم اینا رو بفروشم که تبدیل کنم به ریال که وقتی قاضی اینا میان پول تو جیبم باشه. و خب بابام گفتش که این کارو نکن، من بهت پول میدم. و من خیلی خوشحال شدم صادقا. اینو میخوام بگم که بابای من برای زندگی من خیلی تلاش کرده، خیلی کمک کرده، ولی خیلی جاها هم حقیقت پشتمو خالی کرده. من همیشه مقایسه میکردم زندگی خودم رو با آدمای دیگه، با اطرافیانم، من میگفتم چقدر اونا خوشبختن. اما یه جورایی بچه ها اینو میخوام بگم، مقایسه نکنید پدر مادر خودتون رو با پدر مادرای دیگه. خواستم فقط الان اینجا بیام و اینو بگم و اعتراف بکنم که میفهمم، الان فهمیدم که اون موقع که یادم بد میگفتم راجع به بابام، دوستم، یکی از دوستام میگه ببین اینو نگو، همین که هست برو خدا رو شکر. ببین یه چیزام بگم ها، اون بره از زمان اتفاقایی که داشت میافتی، کارهایی هم که بابام داشت میکرد، واقعا دیگه بعد اینا رو هم در نظر گرفت. اینجوری الان نباید فقط اینو ببینم که من بابام گفت بیا من بهت پول میدم پس بهترین بابای دنیاست. طبیعتا اون اتفاقایی که افتاده بود و کارهایی که ایشون هم کرده بود بی تاثیر نبود تو اون حجم از خشمی که من داشتم. ولی خب رفته با حل شدن یه سری از اون مسائل منم اون از اون خشم فاصله گرفتم. همین، بابای من سیاهی کامل نبوده، ساپورت هم کرده. اینو اینجا بیشتر برای این خواستم بگم که آقا با وجود تمام اون تلخی‌ها و اتفاقایی که افتاده حمایتت هم کرده. شاید مثل خیلی از پدرهای دیگه هر لحظه ساپورتشو ندیدم، کنارم نبوده، اما ساپورتایی هم بوده، مثل همین خرید خونه 14 میلیونی که بهم داد و هیچ وقت ازم نگرفت، مثل همین 10 میلیونی که امروز برام زد به حساب که حالا پول تو جیبم باشه و اگه خواستی بگو بازم بهت میدم. اینا همه رو وقتی میذاری کنار هم میگه که زندگی همش سیاهی نیست دیگه. میشه از کنارش هم مثلا روزایی رو دید که دلت گرم. خب آقا
موقعی که داشتم ادیت میکردم در واقع 2-3 روز پیش بابام زنگ زد و گفتش که اون مبلغی که بهت دادم رو میتونی بهم برگردونی. البته اینجوری نگفته، منظورش ولی این بود. روزی که بابای من به من گفتش که این پولو بهت میدم، من خیلی خوشحال شدم، ولی با این وجود بهش گفتم که اون دلارایی که میخواستم ببرم بفروشم میذارم کنار برای تو، که در واقع یه جور این رو من قرض در نظر میگیرم و به عنوان یک کمک بلاعوض نمیبینمش. و اونم گفت اوکی. من فکر کنم اون لحظه اوکی که من گفته از سر مثلا اینکه من غرورم نشکنه و اینها بوده، و دیدید که تو ویدیو هم خیلی خوشحال بودم. ولی وقتی پس پی روز بهم زنگ زد گفتش که میدونی دلار چند شده، گفتم که نه چند شده، مثلا فلان قد شده، ما الان حساب ما هم چقدره، چند دلار میشه. حقیقتا خیلی خورد تو پرم، یعنی اصلا فکر نمی کردم که زنگ بزنه و یه اینجور حرفی بهم بزنه بابت اون پولی که بهم داده. درسته اون لحظه خیلی خوشحال شدم، درسته خیلی کمکم کرد، ولی خب واقعا فکر می کردم که توی این برش از زندگیم دیگه بابام خیلی پررنگتر ظاهر میشه، که نشد. و حتی تو مهمونی اونم نیومد. البته گفت مریضم، سرما خوردم، چابهارم، ولی مریض بود، نه اینکه نبود، ولی فکر کنم میتونست بیاد. فقط خواستم این قسمت شو آپدیت کنم دیگه. بریم ادامه شو با هم ببینیم. آقا من از میدون آرژانتین اومدم الان به سمت میدون فردوسی برم چهار استانبول، یه قیمت ارز اونجا در بیارم. آقای میگفت اونجا به قیمت تر ازت میخرن تا آرژانتین. ما بگم اگه بشه $200 اونجا بفروشیم، پول داشته باشیم بتونیم تشک بخریم. ما عادت داریم رو زمین میخوابیم، قادر و مادرش عادت ندارن. مرض چرا انقدر اعصابم ضعیفه؟ البته اینو میخواستم بگم که هزینه تشک و قادر رو من میدم، میدونه دستم خالیه و من تشک و خودم پولشو میدم. تو جلو جلو بگیر، اومدم بهت پولشو میدم. بریم یه قهوه هم بگیریم. آن مادر تکره باحال میلیاخاش قهوه گرم و سرد داره، اسپرسو چای و دمنوش نوشیدنی گرم شده سرد. نه من همون لمیز رو ترجیح میدم، فضاش باحال بود ولی ماگاشو دوست نداشتم. لامصب ماگای لمیز اون سفیدا خیلی حال آدمو خوب میکنه. اینکه لیوانو میگیری دست کلی کیف میکنه. الان ساعت 1 بعد از ظهره و من توی میدون انقلاب $200 فروختم، 53,700، یعنی 10,700,000 دست من گرفت. کار بعدی که باید انجام بدم اینه که برای اینکه بخوام قاده رو سورپرایز کنم، حلقش جعبه حلقه قاده زر قدیمیه، خیلی قشنگ نیست. برای همین الان از میدون فردوسی به سمت چاره استانبول، چاره فردوسی که داشتم میومدم، چشم خورد به این مغازه ها که دارن جعبه های جواهرات و اینا میفروشن اینا، برم یه قیمت بگیرم ببینم اگه جعبه آماده دارن یه جعبه بخرم که حلقه قاده رو بذارم توش، میخوام زانو بزنم یه جعبه خوشگل دستم باشه. البته شاید بگید بعد 7 سال الان تازه میخوای پیشنهاد ازدواج بدی، فرمالیت هست دیگه، وگرنه آردی این پیشنهاد داده شده بود. خب زانو و حلقه، اون موقع پول نداشتم حلقه بخرم، بیشتر قضیه فرمالیت هست گفتم. حالا بریم سراغ قیمت جعبه گرفتم ببینیم که جعبهش چنده و چه مدلاییه. آقا من پرسیدم الان بابت خرید جعبه، گفتش که اینجا نخره، اگر میخوای برو مسجد شاه اونجا پیدا میکنی. برای همین الان دارم میرم به سمت بازار که اونجا در واقع ببینم اون جعبه که میخوام پیدا میکنم یا نه. بکنم که پیدا کردن جعبه حلقه خیلی زمان بر بشه.